سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت سهشنبه هجدهم آبان ماه نامتعارفترین انتخابات تاریخ آمریکا رقم خورد پیروزی دونالد ترامپ تاجر میلیاردر فاقد تجربه سیاسی بر هیلاری کلینتون سیاستمدار کهنهکار و با سابقه بسیاری را شوکه کرد دونالد ترامپ با شعار بار دیگر آمریکا را بزرگ کنیم در حالی به پیروزی رسید که حتی بسیاری از همهزبی هایش از او حمایت نکردند. در سوی دیگر هیلاری کلینتون با وجود پشتوانه کامل حزبی و حمایت تمام قد باراک اوباما و بسیاری از چهره های شاخص عرصه هنر و سیاست از ورود به کاخ سفید باز ماند و نتوانست رویای اولین رئیس جمهور زن آمریکا را عملی کند. انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور کشوری بزرگ، قدرتمند و نیز تاثیرگذار در بحران‌های جهانی و منطقی بدون شک بر خیلی مسائل سایه خواهد افکند. این برنامه را اختصاص دادیم به نتایج انتخابات آمریکا و با همکارم علی اصغر رمضانپور تحلیلگر مسائل سیاسی میپردازیم به پیامدهای پیروزی ترامپ بر آمریکا، ایران و منطقه و واکنش‌ها به آن. با ما همراه باشید. سلام پیروزی آقای ترامپ خیلی ها رو بهت زده و به شگفت زده کرد تا ساعتی پیش از رایگیری خیلی از نظرسنجی ها خانم کلینتون رو با سه تا چهار درصد فاصله جلوتر از آقای ترامپ ارزیابی میکردند چی شد که همه این نظرسنجی ها بی اعتبار شد و چگونه شد که آقای ترامپ پیروز شد خب برای اینکه یه خورده دقیق نگاه کنیم ببینیم چی شده من فکر می که نگاهی بکنیم به در واقع آماری که از انتخابات امریکا وجود داره و ببینیم چه اتفاقی افتاده اگه مقایسه بکنیم با انتخابات سال 2002 که آقای اوباما انتخاب شد وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اون موقع دموکرات ها 62 میلیون رای آوردن این بار دموکرات ها 60 میلیون رای آوردن یعنی چیزی در حدود 2 میلیون از آرای دموکرات ها کم شده اگه به جمهوری خواهان نگاه بکنیم میبینیم اون موقع نزدیک به 59 میلیون رای آوردن الان تقریبا 59 میلیون و 100 هزار یعنی کاهش بسیار اندکی داره مجموعه این به ما میگه که اون چیزی که در انتخابات نسبت به 2012 تغییر کرده افزایش رای جمهوری خواها یا ترامپ نبوده بلکه کاهش رای دموکرات ها بوده خب باید ببینیم این دو میلیون کجا رفته اگه نگاه بکنیم به چند استا یعنی در واقع ایالت کلیدی که در اونها ترکیب رای تغییر کرده مثل فلوریدا مثل پنسیلوانیا مثل اوهایو و حالا نیو مکسیکو که بعد اشاره میکنم چرا اگه به اینها نگاه بکنیم تغییری که اتفاق افتاده میبینیم که از میزان آرا دموکرات ها کم شده ولی این آرا به سمت ترامپ نرفته بلکه رفته به سمت احزاب مستقلی که معمولا در انتخابات آمریکا قبلا گفته میشده که بی اثرن یعنی در حالی که میانگین آراء در واقع دیگران یعنی اون های مستقل که سه حزب اصلی سبز سبزها و حزب مستقل هستند اونا رو که نگاه میکنیم از درصدی در حدود 1 و 9 درصد در سال 2012 رسیده به 6 و حدود یک درصد در سال 2016 معنیش اینه که از نظر آماری اون دو میلیونی که در استانهایی که معمولا بین احزاب بازی میکنن یعنی به طور ثابت به دموکرات ها و یا جمهوری خواهر رأی نمیدن از رأی به اوباما رفته به سمت رأی دادن به نیروهای مستقل و نه ترامپ بنابراین اون اتفاقی که افتاده به نظر میاد همونطور که روز جمعه در واقع یکی از کارشناسان محسسه گالوب که دهها ها سال در مورد انتخاب آمریکا نظرسنجی و مطالعه میکنه گفته اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر نمایش نفرت از کلینتون و بیاعتمادی به کلینتون بوده تا اینکه علاقه به ترامپ برای اینکه همین نظر ها نشون میده که نزد... یعنی بیش از 40 درصد از کسانی که به ترامپ رای دادن معتقد بودن که ترامپ رئیس جمهور مناسبی نیست ولی بیشتر به خاطر اینکه میخواستن یه تغییر صورت بگیره و میخواستن کلین... از کلینتور بیشتر به اصطلاح خوششون نمی اومده رای دادن به ترامپ بنابراین ما میتونیم بگیم که بیش از این که در واقع ترامپ پدیده ی انتخابات باشه اون نفرت از کلینتون و بیاعتمادی به احزابی که در امریکا بر سر کار بودن به نظر من پدیده انتخابات هست این رو که شما بهش اشاره کردین رو اگر بیس قرار بدیم به نظر شما چرا کارزار انتخاباتی خانم کلینتون نتونست اون شور و شوق لازم رو در بدنه اجتماعی ایجاد کنه که این رایایی که به سبد به هر حال احزاب غیر از جمهوری دموکرات ریخته شده برگردونه به سمت خودش چون به هر خانم کلینتون کسی بود که حزب دموکرات یک پارچه و متحد پشتش قرار گرفتن باراک اوباما تمام قد ازش دفاع کرد و حتی بسیاری از مشاهیر عالم سیاست و ورزش و هنر بر حال با خانم, خانم کلینتون رو تو این کمپین همراهی کردن چطور شد که خانم کلینتون واقعا ضعف کارزار انتخاباتی خانم کلینتون چی بود معمولا به دو نکته خیلی اشاره میشه در مورد ضعف برنامه تبلیغاتی خانم کلینتون یکی اینه که کلینتون هیچ شعار تعیین کننده ای نداشت یعنی در حالی که ترامپ شعار رفت دوباره امریکای بزرگ رو مطرح می کرد که یک شعاریه که خیلی کلی کل سیاست در مورد کل آمریکا حرف میزنه کلینتون بیشتر معطوف بود به اینکه در مورد گروه هایی که در واقع دچار مشکل هستند مثل نمیدونم فرض کنید مهاجران یا فرض کنید طرفداران مثلا گروه های طرفدار گی ها یا آزادی زنان یعنی در واقع کلینتون بیشتر به گروه های جدا جدا توجه میکرد و در مورد اون حرف میزد و بیشتر هم نگرانی های اونها رو میگفت که از دید تبلیغاتی یعنی که حرف منفی میزد ولی ترامپ یک ایده کلیتر یعنی بازگشت به یک در واقع امریکای بزرگ رو دوباره مطرح میکرد که هم کل جامعه رو در بر میگرفت هم از نظر روانی یک نگاه مثبت درش بود یک نکته دیگه که در واقع ضعف اصلی کمپین کلینتون بود این بود که اون نتونست مسئله ایمیل ها رو در نهایت حل بکنه یعنی اون یک هفته قبل از انتخابات وقتی که اف بی آی دوباره مطرح کرد که یه سری ایمیل ها هست که بررسی نشده دوباره مسئله ضعف های اساسی و مهمتر از ضعف دروغگویی و بی صداقتی خانم کلینتون رو دوباره مطرح کرد و به نظر میاد که خانم آقای ترامپ به خوبی تونست روی ضعف های کلینتون در طول کمپین انتخاباتی خودش مانور بده به طوری که در تمام مدت در افکار عمومی و در میان مردم در امریکا در مورد ضعف های خانم کلینتون و به خصوص دروغگویی و بی‌صداقتی اون حرف زده میشد بنابراین کمپین کلینتون عملا نتونست به انتقاداتی که به خانم کلینتون میشد پاسخ بده اما همین شعاری که شما میگین که اقبال عموم رو نسبت به آقای ترامپ به هر حال به دنبال داشت این که بیاین آمریکا رو بزرگ کنیم همین شعار به دوپارگی جامعه آمریکا دامن زده یعنی به شدت جامعه آمریکا رو دو قطبی کرده به هر حال طوری که خیلی نگران این مسئله هستن و خواهد خود آقای ترامپ در نطق پیروزی خودش سعی کرد که فضا رو آروم کنه و بگه که من رئیس جمهور همه هستم ما بیا این آمریکا رو دوباره یک پارچه و متحد کنیم ولی همین شعار به هر حال دنبال روی مبارزات به شدت تفرقه انگیز خود آقای ترامپ این دو قطبی شدن جامعه آمریکا اولا که آقای ترامپ چجوری با این کنار میاد و یا ابزارهای لازم رو برای متحد کردن و همراه کردن مخالفین خودش به حال در بدنه اجتماعی رو داره خب ببینید من فکر میکنم این دو قطبی کردن شدید رو بیش از اون چیزی که یک واقعیت اجتماعی میتونه باشه تبلیغات بهش دامن زده یعنی چه تبلیغات طرفداران کلینتون چه در واقع ترامپ اون اگر به واقعیت ها نگاه کنیم به آمار نگاه بکنیم تقریبا در ترکیب رای دادن در امریکا بجز دوملیونی به جز اون دو میلیونی که معمولا بین احزاب میچرخن هیچ تغییر اساسی اتفاق نیفتاده و همونطور که گفتم بیشتر کسانی که به ترامپ رای دادن موافق حرفهای ترامپ در مورد زنان یا در مورد مسلمانان یا در مورد مهاجران نبودند و سراتا اون رو رد میکنن بنابراین نمیتونیم بگیم که تمرکز در مورد دیدگاه های ترامپ یک دو قطبی وجود داره میتونیم بگیم که در واقع در مورد اینکه اعتماد رای دهندگان رو جلب بکنن یک رقابت وجود داشته که ظاهرا خانم کلینتون در اینکه اعتماد جلب رای دهندگان رو به اندازه دوره اوباما و یا حتی دوره همسرش آقای کلینتون جلب بکنه موفق نبوده و شکست خورده و میتونیم بگیم در, ب... در که به ترامپ و جمهوری خان مربوطه چه اینجوری نبوده که اون بتونه مثلا یک جمعیت زیادی رو جذب بکنه حتی خود در واقع سیاهان حداقل سی درصد اونها به ترامپ رای دادن خود در واقع آسیایی ها و لاتین تبارها در حدود 20 تا 25 درصد به ترامپ رای دادن بنابراین نشون میده که مسئله اصلی بیشتر درخواست برای تغییر بوده و اینکه دیگه نمیخواستن خانواده کلینتون به قول اونها در واقع سلطنت کلینتون دوباره برگرده به کاخ سفید پس به نظر شما آقای ترامپ میتونه بدنه اجتماعی مخالف رو با خودش همراه کنه و جامعه رو دو مرتبه یک بار چه کنه به نظر شما به نظر من ترامپ به تدریج برمیگرده به سیاست های سنتی حزب جمهوری خواه مثلا الان داره بحث میشه که وزیر امور خارجش رو چه کسی میذاره احتمالا بحث میشه که یکی از در واقع رهبران جناه راست حزب جمهوری خواه که خب سابقه البته مخالفت شهیدی هم با ایران داره اون احتمالا وزیر امور خارجه خواهد شد در مورد نزدیکی به روسیه خب خیلی حرفا زده شده و گفته شده که ترامپ نزدیک به روسیه ولی معلوم نیست که وقتی که وارد کنفرانس های ناتو بشن مسئله اوکراین پیش بیاد مسئله کریمه پیش بیاد باز هم این نزدیکی بتونه ادامه پیدا بکنه بنابراین به نظر میاد که ترامپ به تدریج نزدیک خواهد شد به سیاست های متعارف در حزب جمهوری خواه و البته یه قدری متمایل به جنا راست جمهوری اشاره کردید به ارتباط جمهوری خواهان با آقای ترامپ در حال حاضر خب به هر جمهوری خواهان اکثریت رو در کنگرم به دست گرفتن چهره شاخص جمهوری خواه در طول مبارزات انتخاباتی از آقای ترامپ حمایت نکردن به نظر شما تعامل جمهوری خواهان در طول دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ با آقای ترامپ که به هر حال قبولش نداشتند چگونه خواهد بود و آیا میتونیم بگیم که ترامپ میتونه مخالفین خودش رو در حزب با خودش همسو کنه به نظر نمیاد که حتی اون کسانی که در حزب جمهوری خواه مخالف آقای ترامپ بودند وقتی ترامپ به ریاست جمهوری رسیده بخوان برن به سمت این که از وزه جمهوری خواه فاصله بگیرن برای اینکه به هر حال اونا این واقعیت رو میپذیرن که ترامپ بوده که حزب جمهوری خواهی رو که در واقع هیچ سیاستی نداشت که مطرح بکنه یکی از دلایلی که ترامپ مطرح شد برای اینکه دیگر کاندیداهای حزب جمهوری خواه هم سیاست مشخصی نداشتن که مطرح بکنن بنابراین این الان به نظر میاد که تنها راهی که دارن اینه که پشت ترامپ قرار بگیرن و این نزدیکی حتی ترامپ هم در صحبت خودش در بعد از دیدار با اوباما بهش اشاره کرد روی این نزدیکی به کنگره حساب میکنه بنابراین میشه گفت که به نوعی وحدت به حزب جمهوری خواه برمیگرده اگرچه این رو هم باید در نظر بگیریم که دو تن از کسانی که به شدت مخالف ایران بودند در این انتخابات رای نیوردن در کنگره نیستند بنابراین میشه گفت که درسته که جمهوری اکثریت رو دارن ولی این مهمی که دو تا مهره کلیدی اونها رو از در واقع از صحنه حذف شده ولی این تغییری در کل ترکیب نمیده که جمهوری خواها ها به سمت این خواهند رفت که دوباره لوایهی رو که ضد ایران دارن مطرح کنه پرسش اساسی دیگه که مطرح میشه موضوع وضعیت دموکرات ها هست بر حال دموکرات ها برخلاف جمهوری خان خیلی یک و متحد تو این انتخابات عمل کردند اما بر حال نه تنها کاخ سفید رو از دست دادن بلکه اکثریت رو هم یعنی اکثریت که در اختیار نداشتن ولی خب نتونستن اکثریت رو از آن خودشون بکنن در کنگره آیا میتونیم بگیم که سرخوردگی جامعه آمریکا از سیاست های ها ناشی از میراث هر دولت آقای ماست؟ این رو بگیم برای اینکه نظرسنجی ها نشون میده که اوباما تقریبا اون بخش اصلی حمایتی رو که 2012 داشت الان هم داره حتی گفته میشه یکی از دلایل افزایش آمار کلینتون در انتخابات چون میدونیم از نظر آمار فردی تعداد آرایی که کلینتون آورده بیشتر, بیشتر, از ترامپ سخنرانی بوده که اوباما به نفع اون در شب قبلش کرد ولی مسئله برمیگرده به اینکه در خود حزب دموکرات اون توافق بر سر خانم کلینتون نبود میدونیم که حداقل نیمی از طرفداران کسانی که از ترامپ از سندرز حمایت میکردن یعنی در واقع جناه چپ حزب دموکرات حاضر نشدن از کلینتون حمایت بکنن احتمالا بخشی از اونا به سمت احزاب دیگر مثل لیبرال ها و سبس ها رفتن و یا احتمالا بخشی از اونا حتی بعضی از چپ های رو مطرح کردن که به ترامپ رای میدن ممکن حتی به ترامپ داده باشن بنابراین میشه گفت که دموکرات ها اون وحدتی رو که در ابتدای کمپین کلینتون از خودشون نشون دادن با حمایت سندرز از کلینتون نتونستن تا آخر ادامه بدن و این بیشتر نشون میده که در خود حزب دموکرات هم توافقی در مورد اینکه با مشکلات جدید چه برخورد بکنم وجود نداشته. خانمی که نتون به به عنوان اولین زن که سودای رفتن به کاخ سفید رو در سر داشت باز موند از این کار. الان زمزمه های برحال حضور خانم میشل اوباما بانوی فعلی آمریکا مطرح هست. نظر شما این چقدر عملی آیا از به دموکرات پشتیبانی میکنه از کاندیداتوری ایشون؟ خب ببینید این یه که بیشتر زنها یعنی نزدیک به پنجاه و شیش درصد زنها به کلینتون خانم کلینتون رای دادن ولی خب از اون طرف هم این واقعیتی که به حال اون نتونسته اعتماد همه جامعه آمریکا رو به دست بیاره بنابراین الان زودی که ما بتونیم بگیم که در دوباره ممکنه حزب دموکرات به سمت این بره که فقط به خاطر اینکه یک زن رو مطرح بکنه خانم اوباما رو دوباره مطرح بکنه من فکر میکنم حزب دموکرات الان در موضعیه که باید یک بازنگری انجام بده در خودش درست مثل حزب محافظ کار در انگلیس بعد از خارج شدن از تادی اروپا بنابراین خیلی زود هست که الان در مورد کاندیدای بعدی حزب دموکرات بخوایم هزار نظر بکنیم اشاره کردید که 56 درصد زنها به خانم کلینتون رای دادن اما آقای ترامپ کسی بود که به حال حرفای ضد زن و به جنسیت زده و تبعیض‌آمیز بسیار زیاد زد شاید بتونیم نگاه آقای ترامپ رو به زنان در همون ویدیویی که در مورد زنان حرفای رکی که زد خلاصه کنیم با این وجود تعداد زیادی زن به ایشون رای دادن آیا میتونیم بگیم که جامعه آمریکا به نوعی به سمت زن ستیزی پیش میره یا اینکه بگیم که دستاوردهای زنان در زمینه برابری حقوقی از دست خواهد رفت فکر نمی کنم بتونیم اینو بگیم برای اینکه همونطور که اشاره کردم حدود 40 درصد از کسانی که به ترامپ هم رأی دادن حرفای ترامپ رو در مورد مثلا مسئله زنان یا مسلمانان قبول ندارن واقعیت اینه که مطالعات جامعه شناسی نشون میده که در دههای اخیر رای دهندگان در غرب در اروپا و در امریکا بیشتر میرن به سمت اینکه از یک رای دهنده از یک کاندیدا یا رئیس جمهور انتظار داشته باشن که خواسته های مادی فوری اونا رو برآورده بکنه مثلا مسئله شغل مسئله بیمه اجتماعی مسئله کاهش یا افزایش مالیات و این جور و چون به حال در غرب دیگه الان مسئله برابری زن و مرد مسئله اصلی نیست بنابراین اونها خیلی توجه نمی کنن به اینکه حالا این ممکنه از این حرفایی که در مورد در میان مردها رایجه حتی در غرب بزنن اونها نگاه میکنن به اینکه از نظر مادی آیا او ترامپ بیشتر به خواسته های اقتصادی اونها پاسخ میده الان یا خانم کلینتون به خانم کلینتون امیدی نداشتم بنابراین فکر کردن که شاید ترامپ بتونه از طریق افزایش مثلا رونق اقتصادی و ایجاد شغل کمک بکنه به وضعیت اونا بنابراین من فکر میکنم در امریکا برخلاف یک جایی مثل ایران که مثلا مسئله حقوق زنان یک مسئله اصلی در اونجا مسئله اصلی نیست و مسئله اصلی خواسته های مادی و اقتصادی فوری رای دهنده هاست قبل از اینکه بپردازیم به موضوع ایران نگاه ایران به این انتخابات و پیروزی آقای ترامپ اگه که لطف کنید یکی دو دقیقه خیلی خلاصه در مورد واکنش ها به پیروزی آقای ترامپ در دنیا بر بعضی از کشورها با محتاطانه به این پیروزی نگاه کردند برخی ها استقبال کردند واکنش ها رو شما چجوری ارزیابی میکنید من فکر میکنم که رهبران حکومت هم در روسیه هم در ایران استقبال میکنن از اومدن آقای ترامپ به دلایل مختلف یکی به دلیل نزدیکی بیشتری که به روسیه داره یکی به این دلیل که به حال خیلی متمرکز نیست روی حمله کردن به سوریه در به بشار اسد و سوریه بنابراین میشه گفت که حکومت ایران و سوریه به نسبه از اومدن ترامپ بیشتر خوشحالن ولی این به معنای این نیست که اگر از دید منافع مردم ایران نگاه بکنیم این واقعا بهتر باشه برای اینکه مهمترین مسئله ای که میتونه الان شرایط اقتصادی رو در ایران تا حدی بهتر بکنه و همینطور شرایط سیاسی اجرای کامل برجامه دلیل. و اومدن آقای ترامپ به نظر میاد حتی اگر به ب... منجر به نقض برجام هم نشه اجرای برجام رو همینطور که مشاور اون همین سه روز بعد از انتخابات در گفتگو با BBC گفته بود میخواد بازنگری بکنه برجام رو و همین که شما بگید میخواد برجام رو بازنگری بکنیم به معنای کند کردن روند اجرای برجام هست که این تاثیر مستقیم منفی میذاره بر اقتصاد و سیاستی که در واقع مردم در ایران امیدوارن که یک گشایشی درش بشه پرسش اینجاست که به ایران با قبول ترامپ یا با برحال نزدیکتر فکر میکنه که خود آقای خامنه هم قبلا صحبت کردن که نظرشون با آقای ترامپ نزدیکتره به هر ایشون رو ترجیح میدادن بر خانم کلینتون اما موضوع برجام همونطور که شما هم اشاره کردید یک موضوع اساسی و مرتبط با زندگی مردم در داخل هست الان مشاور آقای ترامپ گفته که ممکنه دولت آینده آمریکا برجام رو مورد بازبینی قرار بده آیا این بازبینی به معنای توافقی دوباره یا مذاکرات برای توافقی دوباره است و چه خطراتی برجام رو تهدید میکنه معلوم نیست که این بازبینی به کجا منجر بشه ولی میدونیم اولین نتیجهش این است که اون روندی که در مورد اجرا هست متوقف میشه یعنی همین که به لحن آقای ظریف اگه نگاه بکنیم وقتی ازش میپرسن که در مورد دورنمای گفتگو با وزیر خارجه جدید امریکا چی میگید اون میگه نیازی به این گفتگوها ها نداره. معلومه که زیاد امیدی نداره که اون روابط گرمی که با وزیر امور خارجه دموکرات ها آقای اوباما یعنی آقای کری داشت اون ادامه پیدا بکنه بنابراین همین که مسیر مذاکرات بین ایران و آمریکا بر سر برجام با توقف روشم رو به رو بشه به طور کلی اجرای برجام رو خود به خود به مشکل بر و معلوم نیست که آمریکا و یعنی ترامپ در پی این باشه که چه امتیازی دوباره از ایران بگیره و معلوم نیست که آقای آیا پوتین بتونه به عنوان یک واسطه بین ایران و ترامپ عمل بکنه یا نه به همین دلیل هست که من بین منافع حکومت ایران و منافع مردم ایران فکر میکنم باید جدایی قائل شد ممکن حکومت ایران به این دلیل که تندروها دست بیشتر رو در سیاست ایران میگیرن به خاطر اینکه خب حال خطر امریکا رو میتونن برجسته تر بکنن دست بیشتری داشته باشن دولت روحانی موقعیتش تضعیف میشه برای اینکه یک متحد سیاسی خودش رو یعنی اوباما رو در واقع از دست داده بنابراین معلوم نیست که فضای اقتصادی و سیاسی در ایران بازتر بشه ولی آقای خامنه ای و تندروها احتمالا دست بازتری برای ایجاد فضای تازه خواهند داشت و این به نظر من حتی ممکنه بر بخت آقای روحانی در انتخابات سال آینده هم اثر منفی بذاره خانم موگرنی گفته بودن که این توافق یک توافق به حال بین دو کشور نیست که یک کشور بتونه یک جانب اون رو لغو کنه یه طرف این برجام به حال اتحادیه اروپا شورای امنیت سازمان ملل و بعد آمریکا و ایران چقدر امکان داره که آقای ترامپ این برجام رو کلا متوقف کنه یک دقیقه فقط اگه لطف بر... همونطور که اشاره کردم بسیار بعیده که بر... ترامپ بره به سمت این که برجام رو لغو کنه ولی خود به خود اگر در مورد مواد معادلات مالی سخت گیری بکنه و در مورد پرداخت به ایران سخت گیری بکنه خود به خود اجرای برجام رو با مشکل روبرو میکنه بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه به هر حال که چه میشه از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. این برنامه را مجددا میتونید روی وبسایت ما ببینید با آدرس ایران فردا برنامه ما همینطور در یوتیوب و صفحه فیسبوک ما در دسترس علاقمندان قرار دارد. شما میتونید از طریق نشانی هایی که همین حالا بر صفحه تلویزیون ظاهر شده، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. شب و روز شما خوش. うん。<music>